رفتم شروع کنم اینجا. خب، به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیز و نازنینم در سرتاسر جهان. ببخشید که کمی دیر شدش اومدیم اینجا برای برنامه زنده، ولی حدث من برای اینه که بیشتر بینندگان بیدارن برای انتخابات فردا، شاید شب زنده داری میکنن، نمیدونم، تصمیم بگیرم به کی رای بدن. رای من که مشخصه آقای جلیلیه. حالا ببینین، ما در این برنامه همونطور که دیدین میخوایم درباره چی صحبت کنیم؟ درباره سناریوی حذف فیزیکی آقای ظریف و اگر که پزشکیان بیاید چه میشود. خب اینو میخوایم درباره صحبت کنیم. حالا از دید من دو سناریو هست. اگر به احتمال، حالا میخوام بگم زیاد نه، به احتمالی آقای پزشکیان برنده انتخابات بشه، خب این اصلاح طلبا میان رو کار که همون ادامه جریان ساواک و فراماسونر هستن. نمیگم خود آقای پزشکیان، ولی خود آقای پزشکیان الان داره مورد سوء استفاده اون جریان فراماسونر در ایران قرار میگیره. همونهایی که جورج سوروس پشت سرش هستن، همونهایی که در زمان فتنه 88 اومدن انقلاب، به اصطلاح انقلاب رنگین فتنه سبز رو راه اندازی کردن که چقدر هزینه رو دست جامعه گذاشتن، همونو پشت اینن. حالا اگه اینا برنده بشن، خب اونا میان شروع میکنن به خرابکاریاشون و دولت سوم روحانی ادامه پیدا میکنه. واقعا اینطوریه، چون آقای پزشکیان اون همش تکیه کرده که با متخصصین میخواد در واقع رایزنی بکنه. به نظر میرسه که خودش این توانایی رو نداره. حالا ما در گفتگو با آقای دکتر عطا بهرامی به این موضوع میپردازیم. این سناریو اوله. سناریو دومش اینه که اگه اینو برنده نشن، باید خودمون رو آماده بکنیم برای یک فتنه بزرگ، فتنه فیروزه‌ای من اسمشو گذاشتم، یا فتنه 1403 که اینا راه اندازی میکنن، و چه بسا تو این جریان فتنه‌گری و اینا از طریق عوامل خودشون بیان برای مثال آقای ظریف رو حذف فیزیکی بکنن که بندازن گردن جمهوری اسلامی و در اون پروژه سروسی انقلاب‌های رنگین رأی منکو و تقلب در انتخابات که این رو در 60-70 کشور انجام دادن با موفقیت، اینو راه اندازی کنن که سال 88 هم می‌خواستن همین کارو بکنن. خب ما می‌خوایم این موردا رو بررسی بکنیم، و در هر صورت هدف از این برنامه هوچیگری نیست. هدف اینه که روشن باشیم که چه اتفاقایی داره میفته دور و برمون، پیرامونمون، و بر اساس اونها تصمیم بگیریم. حالا من یه پیام دارم برای مقامات در واقع اطلاعاتیمون و امنیتیمون. لطفاً خواهشاً مواظب این آقای ظریف باشین فعلا که اتفاقی براش نیفته. فعلا پیام ما اینه. آقای دکتر ببخشین که طولانی شد، به شما خوش آمد میگم و با تشکر فراوان که در این گیر و گرفتاریایی که دارین اومدین و مهمان برنامه شدین. بفرمایین و آغاز کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همین مخاطبان ارجمند شما. ببخشید تاخیر بابت قصور بنده بود و یک ساعت عقب افتاد. اشکالی نداره. ما دیگه نتونستیم زودتر برسیم. راحت باشین. بفرمایید. بالاخره بینندگان برنامه رو میبینن. حالا اگرم لایو نباشه بعدم بفرمایید. درسته. عرض کنم که خب حالا انشالله اون چیزای بد اتفاق نیفته، و اما خب باید جدی گرفت دیگه. دولت آقای روحانی عملا با چمدوناش وایساده که با آقای پزشکیان دوباره وارد کابینه بشه، و خب طبیعتا این سری تبعات داره این اتفاق بیفته. حالا هر کی میخواد تصمیم گیری بکنه، برکی میخواد رای بده، خب رای گیری یک حقه، و طبیعتا هر کسی هم که قانونا توی انتخابات هست میشه بهش رای داد، و از این جهت هیچ حرجی برای هیچ کسی نیست. اما خب میخوام اینو بگیم که به هر حال آدم میخوان رای بدن، بدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر رای بدن. در واقع اینو میخوام روشن کنیم. آدم جوری نباشه که به یه چیز رای بده، به یک امید رای بده، به یک آرزو، به یک خانه روی آب به قول معروف. چون من این چیز رو چند بار عرض کردم، به نظرم تکرارش بد نیست. ما سال 76 نسل زد اون موقع بودیم، رای اولی بودیم. اکثر همکلاسای ما تو دبیرستان اومدن و با آقای خاتمی رای میدادن. آقای خاتمی هم شعارهایی که داشت، شعار
خیلی شبیه الانم نبود، حتی یه ذره بدتر بود، چون شعاراش واقعا نه قابل متر بود نه معلوم بود دقیقا چیه. یکی که فرموده بودن که جامعه مدنی کم گفتگوی تمدن ها، و شعار این بود گفتگوی تمدن ها برای یک نهاد اجرایی شعار بود. حالا شما مقایسه بفرمایید با مثلا انتخابات آمریکا که اقتصاددانای حزب جمهوری خواه دموکرات جمع میشن، صدها صفحه داکیومنت منتشر میکنن در مورد بیکاری، تورم، شاخص فلاکت، سرمایه گذاری، مهاجران، هزار تا چیزی که قابل بحث. بله اما دوستان با همین شعار گفتگوی تمدن ها و نمیدونم اینا رأی عجیبی هم گرفتن، و ساعت 10-11 صبح که انتخابات هنوز تنورش داغ بود، روز بعدش که شماره شاره داشت دام پیدا میکرد، آقای ناطق تبریک گفت به ایشون و آخرین تبریک در انتخابات اتفاق افتاد. و بعد از اون دیگه تبریکی ما ندیدیم نامزدها با هم دیگه بگن، به خصوص از 88 که دیدیم خود چه اتفاقایی افتاد. اون شعارها متاسفانه الان یک ذره بدتر هم شده، چون آقای پزشکیان در داخل هیچ شعاری هم نداده، چیز جالبیه واقعا، در مورد هیچ چیزی نمیگه و ایشون میگه که هر چی کارشناسا بگن. و دو تا کارشناس اقتصادی الان مسئله مردم بیشتر اقتصاد است و سیاست خارجی با خودش آورده بود، دو تا آدم مختلفن، از هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی آقای دکتر میدری، احمد میدری کلان یه آدم طرفدار دولت رفاه نهادگراست و اصلا دغدغه‌ای جوری داره. آقای عبدو که اصلا طرفدار بورس و مالی و اوراق و اصلا تو بازار بدهی اصلا کاری به این بحثا نداره، و اینا در عالم اقتصاد و بحث کارشناسان چه چیزی دیدم دیگه رو ندارن، اصلا با هم دیگه آبشون توی جوب نمیره. اینا با هم میان و میگن هرچی کارشناسا بگن. یعنی الان دکتر پزشکیان رأی بیاره، هر کاری بکنه میگه کارشناسا گفتن و هیچ شعار مشخصی نداده. برای مردمی که مشکل فقر دارن، مشکل درآمد دارن، مشکل درآمد مؤثر دارن و عملا دخل و خرجشون با هم دیگه نمیخونه، و از این منظر نیاز دارن که خیلی با جزئیات صحبت بشه و نمیشه ما پرتاب بشیم به سال 74 مثلا یا 72 حتی، که آقای هاشمی خودش به تنهایی توی انتخابات اومده بود و گفت آقای دکتر جاسپی رئیس دانشگاه آزادن بیاد برای اینکه حالا تنوری گرم کرده باشه، من رئیس جمهور هستم. خب الان ما شدیم دقیقا پرتاب شدیم با همون دوره و با کاندیدای روبرو هستیم که نمایندگی طیف مدعی تکنوکراسی در ایران، تکنوکراسی جناح راست جدید که کارگزاران سازندگی و اصلاحات نمایندگیش میکنن، و اینا هیچ شعار مشخصی نمیدن، اصلا هیچ شعاری نمیدن. یعنی شما بگید که خب من برای تورم چیکار میکنم، برای مسکن چیکار میکنم، برای اشتغال چیکار میکنم، برای نظام بانکی برنامه‌ام چیه، برای استراتژی توسعه صنعتی کشور میخوام چیکار کنم، نگاه به شرقم چیه، نگاه به غربم چیه، اصلا همون برجامی که اون طیف معمولا خیلی بهش دلبستگی داره برنامه‌ام چیه، هیچی، اصلا این شعار خاصی نمیده. این جریان رو بخوایم قضاوت بکنیم سخت نیست، چون این جریان دهه 60 رو کاملا در اختیار داشت. دولت آقای میرحسین موسوی کاملا همون کابینه است که اومدن شدن کابینه هاشمی رفسنجانی، به یک بار از اون اقتصادی که دولتی و کمونیسم و چه می‌دونم کوپونیسم و اینا بود یه دفعه شدن بانک جهانی و IMF، و بعدش هم اسباب کشی هم نکردن، اونجا بودن، رئیس جمهور رفت، آقای خاتمی اومد نشست، یه دفعه شد اصلاحات و رابطه با آمریکا. دلک آقای بهزاد نبوی که از بانیان اون طیفه اصلا میگفتش که آمریکا یعنی چی، واسه آمریکا شوخی نداریم. و جالبه که همین طیف میاد در دولت آقای روحانی هم دوباره مستقر میشه و الان هم میخواد توی کابینه آینده یا آقای پزشکیان در صورتی که ایشون رئیس جمهور بشه مستقر بشه. اینها اگر رأی بیارن توی اقتصاد ادامه روحانیه. این که میگم روحانی رد میکنیم با دلایل بسیار زیاد، دلیل نمیشه بگیم اقتصاد رئیسی خوب بود یا اقتصاد دیگری، در مورد امر واقع صحبت میکنیم. نامزدهای دیگر خب شعارای قابل متر کردنی داشتن، یعنی بالاخره آقای پور محمدی که حالا اقبال زیادی هم به ایشون نیست و به احتمال زیاد خب رأی زیادی هم نمیاره، اما خب دیدگاه منسجمی داره. آقای دکتر چون این از اون کاندیدایی که میخواد بره برجامو زنده کنه، بابا ما نفهمیدیم برجام تحریما برداشتنی نیستن، اینا همینو نفهمیدن وقتی که نمیرن مطالعه کنن ببینن محتوای برجام چیه، خب میان این حرفا رو میزنن. اصلا برجام آقای دکتر شما میدونین که 14 ماه قبل از اینکه اصلا مذاکرات آغاز بشه اینو نوشته بودن، درست. تمام اون مفادشو در اینجا در آمریکا نوشته بودن و گروه بحران منتشر کرد. بله بله، آقای دکتر خوشتشم هم در یه مصاحبه این رو مطرح کرد و منم مقالهشو اونجا پیدا کردم، مقالهش هستش که اینا
پیشا پیش اینو در واقع درست کرده بودن و این مذاکرات فقط میخوام بگم سرکاری بودش برای خالی نبودن عریضه، برای کاوراپ بودش که واقعا دارن مذاکره میکنن، ولی نبود. ولی همین و این آقای پور محمدی نفهمیده، مثلا نمیفهمم که میاد اینطوری صحبت میکنه و میخواد بره برجامو زنده کنه و نمیدونم ظریف ها رو بیاره. گفتش دیگه، بفهمید. بله، نکات دقیقی فرمودید. ببینید توی داستان برجام و کلا اون اتفاقاتی افتاد، ما این دوران رومانتیکی داشتیم، چون یادمه در واقعا من واقعا خاطراتم مرور میکنم، خیلی جالبه. سال 92 که انتخابات بود، ما مسئول نظرسنجی بودیم در خبرگزاری جمهوری اسلامی. آها. و خب جا نخوردیم که روحانی رئیس جمهور شد. ما از دو هفته تقریبا 20 روز قبلش هم برامون مسجل بود که روحانی رئیس جمهور میشه و اینو به صراحت میگفتیم به اون جایی که باید بگیم. و زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد، ما با یک از دوستان با ماشین رفتیم توی شهر چرخیدم ببینیم چه خبره، چون جشن بله. گرفته بودن و اینا. بله. یادم این جماعت برجامی می اومدن، چند تاشون اومدن با ما درگیر بشن، ما فقط داشتیم رانندگی میکردیم توی اون ترافیکی که ماشینا بودن یا داشتن بالا پایین میپریدن. یعنی توی چهره آدما نگاه میکردن کی خوشحاله کی نیست، به زعم اونا که بیان باش دعوا کنن که چرا مثلا خوشحال نیستی یا چرا بوق نمیزنی، چرا مثلا فلاشر روشن نیست. جامعه رو متاسفانه به این سطح بردن که از نادانی یک عده استفاده بکنن و اونا رو به پیاده نظام یک توافق خلع سلاح تبدیل کردن. برجام یک توافقی بر خلع سلاح ایران بود، اصلا ارتباطی با تحریم نداشت، چون خود برجام ملاک ما، خود برجام ملاکه، من که نمیتونم در مورد رویایی که ظریف تو مصاحبه هاش میگه صحبت بکنم، چون الان خیلی تاکتیکی از سیاستمدارا دارن، یه چیزی امضا میکنن یه صحبت مصاحبه‌ای میکنن، تو ایران جواب میده متاسفانه. بله، یعنی بله. رشد آگهی سیاسی جوری که جواب میده توی غرب نمیدونم چه شکلیه، اون من تجربه‌ام کم بود از جامعه غرب، بیشتر از طریق مدیا و اینا دیدم، به این عمق نیست. یعنی شما نمیتونید هر چیز دلت میخواد بگی، ولی توی رسانه‌های ما متاسفانه سیاست مدارا چیز دلشون بخواد میگن. و ما توی اون دوره بعد از 92 که خب طبیعتاً دولت آقای روحانی دولتی بود که برخلاف اون چیزی که میگن اصلا تحمل نداشتن که بخوان مخالفی مخالف که چرس کنم، اصلا باید پیوندهای خونی میداشتی که بخوای توی اون دولت کار بکنی، حتی اگر مثلا استخدام دولت هم باشی. خب ما دیگه مال از بدن دولت جدا شدیم و توی رسانه‌ها خب در مورد برجام ما نگاه معتقدی داشتیم و با خیلی از این دوستان برجامی مناظره‌ای داشتیم در رسانه‌ها. آقای بهشتی پور خیلی فعال بود و تقریبا تریبون رسانه اون آقای بهشتی پور بود. آها. آقای ایشون آدم محترمی، یه زمانی پرس تی وی کار می‌کرده، رزمنده بوده، آزاده بوده و خود شخصیت قابل احترامی داره. من هیچ بحثی رو شخصیت خود ایشون ندارم، اما خب یک نگاه متسلط عجیبی روی برجام داشت و قصه میگفت درباره برجام و عملا داشت رویا فروشی میکرد که بله یک چیزی میشه کلن حل میشه. میگفتی بابا این خب الان چهرهای اصلی اونور چیز دیگه میگرد، مطمئنی که در این چیز دیگه 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 نامش علکیه، کلن سرمیز چیز دیگریست. بله بله. برجام که امضا شد، آقای روحانی اومد گفتش که بلمره کلیه تحریم ها برداشته شد و بازم هرچی برجام رو نگاه میکردیم چیز توش نبود. و این جریان اینقدر اعتماد به نفس داره که آن چیزی که نسخهش دست همه هست، صد صفحه صد و خوری صفحه بیشتر نیست دیگه کل برجام، یعنی آدمی که انگلیسی بلد باشه یه ساعت هم یک ساعت و نیمه میتونه بخونه، بلدم نباشه نوشتار بلد باشه چه میدونم دو روزه میخونه. بالاخره چیز انگلیسی هم خوب زبان حیرت انگیزی نیست که قبایل آفریقایی بلد باشن، دیگه هر جای یک آموزشگاه زبانی هست و حتما اینو باید به انگلیسی خون آقای دکتر، با اینکه برخی اینو ترجمه دقیقا. کردن با قرض و مرض. بفرمایید. دقیقاً توی مجلس یه ترجمه دیگه ای بردن و اونجا هم دوباره آبروریزی شد و بعدن گفتن نه اشتباه شده و یه چیز دیگه. حالا تو این متن اصلا این جور چیزا نبود، که گفته بود که ما تحریم های مرتبط و بنام هسته ایران رو تعلیق میکنیم. خب شما میتونید همون تحریم ها رو یه ساعت بعد به بهانه حقوق بشر و امنیت منطقه و هر چیزی که دلت میخواد دوباره احیا بکنید. در عمل خب دیدیم که آقای روحانی در روز یک شنبه گفت 1000 تا سویفت باز شده و هیچ ابایی نداشت که همچین خلافگویی انجام بده. هزار تا LC ببخشید میگم سویپ، هزار تا LC باز شده. بله. حالا LC چیه؟ LC اینه که شما میایید، چون باید به سویپ دسترسی داشته باشی، شما LC برید با یکی تاجری خریداری فروشنده توافق کنن
فرمول پرداخت رو مشخص کنن، کالا، بندر، همه چی روشن کنن و قرارداد برسن که نظام بانکی هم درگیر بشه، کار تسهیلگری کنه که پولش باشه، کالا ترخیص شد پول اتومات برداشته بله بشه. یه فرمول خوبیه دیگه. بله بله حالا مگه میشه تو الان امضا کنی 1000 تا LC همون ساعت بخواد برات باز بشه؟ که ما دیدیم که هیچ وقت، من فکر نمی کنم تحت برجام کلا 1000 تا LC باز شده باشه تو اون چند سالی که اجرا میشد. ولی به هر حال جریان اعتماد به نفس رو داره و با همین اعتماد به نفس الان اومده بدون هیچ شعار مشخصی اومده تو انتخابات. کاندیداش هم میگه که من هر چی کارشناس بگن همون کارو میکنم، کارشناس هیچی هم نیستم تو هیچ حوزه ای. هم آدمی که واقعا یه ذره تخصص داشته باشه تو هر حوزه ای، میدونید کارشناسا یه چیز نمیگن، حتی توی علوم مهندسی و فنی هم بازم یک حرف نیست. شما الان بخواید یه سازه بنا کنید، دو تا معمار بیارید، دو تا چیز مختلف میگن، جفتش هم به نتیجه ممکنه برسه. با اینکه اونجا خیلی مترا مشخص‌تره، یا توی جراحی قلب خود ایشون با یک پزشکی دیگه تو داروی مختلف ممکنه تجویز بکنن، تا میگه پزشکا همشون یک تجویز ندارن که. اما توی علوم انسانی و مدیریتی که اصلا داستان کلا فرق میکنه، اصلا اون نظریه شما و اون کلام روایت شماست که تعیین کننده است. حالا این جریان اگر حاکم باشه و مطمئنا میره ذیل همین قصه برجام، اینو چرا عرض میکنم؟ میگن خب آقای پزشکیان آدم سالمیه، نگاه سوسیالیستی داره، ما اصلا در مورد شخصیتشون بحثی نمیکنیم. واره واقعا من تو چیز کسی نشیدم بگه ایشون آدم ناسالمیه، پاک دست نیست یا رانتی گرفته. خب اصلا همین چیز بحثی خیلی نیست. بله اما خب وقتی آقای ظریف، بله وقتی آقای ظریف میاد میشن سخنگوی جریان ایشون و با این کاری هیستریکی که انجام میده، من واقعا ظریف رو اینجوری تا ندیده بودم، چیز عجیبی. منطقا باید اون نگاه حاکم باشه و نگاه برجام و گره زدن امنیت ملی و اقتصاد به سیاست خارجی و تحریم‌های آمریکا. ببینید واقعیت اینه که شما درست فرمودید، تحریم‌ها برداشته نمیشه. تحریم مثل محاصره قلعه است و این رو خود غربی ها میگن، درست هم میگن، چیز بدیهیه. میگن آقا تحریم مثلا اون محاصره قلعه ها در جنگ های قدیمه که نگذارید آب و غذا دارو برسه به داخل قلعه تا اونا تسلیم بشن. تحریم این کارکرد رو داره و کسی این کارت رو زمین نمیگذاره که اونم با مذاکره، مگر اینکه داخل قلعه موفق بشن محاصره رو بشکنن. خب خیلی موارد هم داشتیم در طول تاریخ محاصره کننده شکست خورده، مثل قلعه های اسماعیلیا توی چه میدونم علموت و جای مختلف، بارها سلجوقیان و بقیه رو شکست دادن. بله و قلعه هاش هیچ وقت سقوط نکرد. خب بله اونطوری میشه، اون دیگه باید شکست بدید. ببینید تحریم در مقطع فعلی اون کارکرد هم نداره، یعنی حتی اگر در سال 92 2013 اون بحثا مثلا میگه موضوعیتی داشت، الان که دیگه موضوعیت نداره. و تا اونجایی که به فروش نفت و خرید مایحتاج مربوط میشه، دولت رئیسی واقعا این کار رو تموم کرد، ثابت کرد که نه، من هر چقدر نفت داشته باشم میفروشم. یعنی ما الان یک بشک نفت هم روی دریاها نداریم، در حالی که ما در مقطعی در دولت آقای روحانی به 60-70 میلیون بشک هم رسیده بودیم. نفت ما روی دریاها سرگردان بود، منتظر بودیم که کاریش بکنیم، عملا داشتیم روی دریا نفت ذخیره میکنیم. اینا خب متاسفانه به اینا نگاه نمیشه و اون چیزی که در فروخته میشه یک، حتی یک شپ رویاست، نه رو، حتی رویای برجام هم نیست که چرخ سانتریفیوژ بچرخه، چرخ زندگی شما هم بچرخه. یعنی حتی آقای پزشکانی هم داره نمیگه. و عملا تو این کاندیداهای شیشتایی که به نظر من بضاعت ملت ایران خیلی بیشتر از اینا بود و متاسفانه تنگ نظری اتفاق افتاد، ما باید گزینه‌های بهتر و بیشتری میداشتیم. یعنی من نمیدونم واقعا چه جوری گزینش میکنن به این 6 نفر میرسن که بعضیاشون مشخص بود اصلا برای چی اومدن. ولی تو همین 6 نفر هم آدمای با برنامه تر زیاد نمیبینی. همین آقای پور محمدی که کردن فرمودید که خدا رو شکر و اینا، ایشون واقعا توی اقتصاد کلان هیچ تناقضی تو حرفاش نمیدیدید، یعنی معلوم بود که میفهمه چی داره میگه و اشراف داره به موضوع. یا آقای قالیباف مثلا چند تا شعار قابل متر کردن میگه، میگه من واردات خودرو میکنم 200 متر مسکن زمین میدم. بله و حتی از ستاد آقای پزشکان شنیدم که رفته بودن شکایت کنن از ایشون که چرا گفتید ما 200 متر زمین میدیم، در حالی که این توی قانون برنامه هم هست، قانون برنامه هفتم. ایشون میگه خب برنامه رو اجرا کنم. خب این که برنامه، اولا میگن زمین نباید داد. رئیس ستاد انتخاباتی آقای پزشکان، آقای عبدالعلی زاده، یکی از بانیان بدبختی مسکن این کشوره و اگر بخوام بگم پرچم داره اون جریان، واقعا اشتباه نگفتم. ایشون خودش به صراحت گفت من کمربند سبز شهرها رو کشیدم و اجازه ندادم یک وجب اونورتر کسی بخواد بره
و ببینید، زمین اختیار کنه. ببخشید آقای دکتر، اینو باید برن ریشه نمیدونم خانوادگیشو درارن، ببینن این به کجا وصله، چون هیچ منطق و عقلانیتی تو این تصمیمش نیست. اگر محیط زیستی بود میگفتیم نکنه دلش برای محیط زیست سوخته، که من اصلا تصور نمی کنم که چنین چیزی باشه به خاطر محیط زیست و زیر ساخته و اینا باشه. این یه جریانی پشت اینه و حالا چرا نمیرن تحقیق بکنن وقتی یه کسانی میان یه چنین تصمیمای واقعا ویران کننده میگیرن؟ اصلا یه نکته کوتاه میگم، الان اگر که آقای جلیلی برای مثال که من میخوام بهشون رأی بدم میومدن اعلام میکردن در دولت من ما میایم تمام اونایی که در دولت قبلی خیانت کردن، دولت آقای روحانی خیانت کردن، اینا رو محاکمه میکنیم، باور کنین همین مردم ایران بهش رأی میدادن. بفرمایید. ببینید حالا این شعار غلط، این کار غلط، این کمربند سبز که در دوره کرباسی شروع شده بود، ایشون دیگه میخ و کوبید، یا آخر میخ رو به تابوت خانه‌دار شدن مردم، شهرها رو محدود کرد و به این چهره زشت اسفناکی رسوند که شما تا حالا چند بار توی برنامه‌تون دقیق فرمودید. ما شهرامون واقعا اصلا آبرو آدم میبره، یعنی شما از اون معماری زیبای قدیمی و اصیل، یعنی اگر بخواید واقعا بگید که تاریخ ببریم عقبتر به کهن‌ترین ملت برسیم، بعید ملتی با ایران ایرانیا رقابت بکنن. این تبدیلش کردن به این شهر و این هم شما پایتخت رو نگاه کنید دیگه، واقعا زشت‌ترین پایتخت دنیا رو ساختن. و مثلا همین الان آقای زاکانی توی مترو همین رو دوباره شعار کرده، زده که کمربند سبز تهران رو چقدر درخت کاشتیم. یعنی بنده خدا مثلا توجیه نیست که چیکار داره میکنه. این کاری که سنگ بناشو گذاشتن فکر مطمئنم در دولت اخیرم ادامه پیدا میکنه. دولت آقای روحانی که اومد گفت آقا مسکن مهر مزخرفه، مسکن مهر رو تموم نکرد. مسکن مهر در سال 92 اگر یه دولت چابک مثل همون دولت دهم کار میکرد تا اسفند ماه تموم میشد، یعنی 7 ماه کار داشت کلا. اگر یه دولت معمولی میومد تا 93 تموم میشد دیگه، یعنی مثلا 18-19 ماه بعد از دولت. ولی تو 8 سال تموم نشد، هنوزم تموم نشده. چیکار میکردن؟ آقای آخوندی که وزیر مسکن بود با آقای عبدو که الان دست راست آقای پزشکیان نشسته بود شروع کردن مالی سازی مسکن، اوراق بفروشید و وام بگیرید و از این بحثا. آقا شما کالایی که کمیابش کردید وام و اوراق دیگه چه بازیه؟ مثلا به شما 400 میلیون وام میدیم، از 3 میلیارد پس میگیریم، این نمیشه میشه تامین مالی مسکن، در حالی که شما باید ریشه رو از یه جایی حل کنید که امکانات اجازه میده، نه از اوراق و اینا. شما از عامل زمین رو بستید، حالا میخواید بگید که یک سری بانک و نهاد مالی و لیزینگ و اینایی که معلوم نیست مال کیان و اصلا سر نخشون رو بگیری بیا آدم مشخصی میرسه. یه پروژه ساله. خیلی بدتری پشت این هست، میخوان مردم ایران رو از کار بندازن، مردم ایران رو کاغذباز بکنن و اصلا اینا هیچ هنر و حرفه‌ای تخصصی نداشته باشن. اصلا این اون جریان پنهانه پشت این کاغذبازی ها و سهامبازی ها و بورسبازی ها و نمیدونم این داستان ها که تمامش هم زیر سر اون جریان تک چشمه. بفرمایید. بله، این که واقعا خروجی این کار عملا همون میشه دیگه، یعنی ما یک مردمی داریم که از خرید منزل قطع امید میکنن. اون روندی که از 92 شروع شد الان بالغ شده و متاسفانه در دولت آقای رئیسی مرحوم هم روند فرقی نکرد و وزاره مسکنش داشتن بازی میکردن، کنوز هم دارن بازی میکنن و همش دارن وعده بعید میدن و آماری الکی رو میکنن، نیومدن برن سراغ حل ریشه مشکل. آقای حریم شهرها رو بردارید، اصلا شهرها حریم ندارن، مگه در لس آنجلس شهر حریم داره؟ شما شهر گسترش پیدا بکنه، خود گسترش پیدا کرد. اینجا یه شهرهای قشنگی شهر درست میکنن، شیک، ترتمیز و سعی میکنن خیابانهای پهن باشه، درختکاری کنن، کارهایی که ما قبلا میکردیم اینا دارن اینجا اجرا میکنن و تو ایران اونا دارن اونطوری گن میزنن. آقای دکتر، اگه ما بخوایم بپردازیم به صورت کوتاه از خطراتی که ایران رو تهدید میکنه اگر دار و دسته دولت سوم روحانی بیان روی کار، اینا کسانی نیستن که بخوان کاری بکنن با بانکهای خصوصی برای مثال، برای تورم اینطوری فکر کنم کوتاه بگیم مردم بهتر متوجه میشن تا بخوایم بریم توی جزئیاتش. خب مثلا 10 تا از خطراتی که ما رو تهدید میکنه الان چی هستش از نظر اقتصادی؟ من فکر می‌کنم کابینه آقای کابینه آقای پزشکیان شکل بگیره، به نظرم چند تا کار اتفاق می‌افته. این که میگم برام مثلا روز روشنه که میشه
حالا انشالله که نشه ما اشتباه کنیم، بیایم همینجا اعتراف کنیم. اولین کاری که اتفاق میفته که اولویت اول که حذف ارز چند نرخی باشه اتفاق نمیفته. بله این بمب رو دولت آقای روحانی ایجاد کرد و متاسفانه قطع نشد و این دوستانم هم بیان که همون بهانه های همیشگی که کالای اساسی و مرغ و فلان و این بحث ادامه پیدا میکنه. بله و این اتفاق میفته. شد صداتون یه قطع شد آقای دکتر. اینجا که میگه excellent connection صداتون هم صداتون قطع شد هم تصویرتون فریز شد. نمیدونم اتفاقی از طرف شما افتاد. اینترنتتون مثل اینکه چیز شده، آهسته شد آقای دکتر. اگه یه چیزی هستش که اونجا میتونین از اینترنت قطعش کنین که لود نباشه روش، شاید کمک کنه. نمیدونم. شما دیگه ندارم فکر. بله. یه خورده صحبت کنیم ببینم اصلا صداتون میاد. الان که صداتون رو نداریم. دوستان بمونیم ببینیم چی شد. صداتون نمیادش. تصویرتون هم فریز شد آقای دکتر. خب چی شد؟ صداتون نه قطع و وصل میشه. اتفاقی افتاد اونجا. اینجا که داره میگه excellent connection طرف من نمیدونم چه اینجا من کاری اینجا نمیتونم بکنم. الو میخوایم براتون دوباره لینک بفرستم آقای دکتر. آره بذاریم برم براتون دوباره لینک رو بفرستم. داستانی داریم ما با این چیز. داستانی داریم. دوستان بمونین وصل میشیم انشالله. من برم دوباره اینویتیشن بفرستم برای آقای دکتر بیارمشون. خب اون لینک رو فرستادیم ببینیم چی میشه. خب ما داشتیم درباره این صحبت میکردیم. در هر صورت من یه خورده بخوام خودم ادامه بدم، اینی که با اومدن آقای پزشکیان که همون دارو دسته روحانی هست، این ارز چند نرخی میمونه، یعنی ارز ترجیحی، و اینا اومدن سبد کالا درست کردن به نام سبد کالا و به نام اینکه ارز رو بدن به یه گروهی که انحصار طلب هستن، منابع ارزی ایران میره تو جیب یه مشت اولیگارش و اینا برخیشون میان سنگ پا وارد میکنن، یعنی بازار ایران میشه بازار آشغال به جای بازار کالاهایی که نیاز داریم بهش. یکی این اتفاق میفته در حوزه مسکن، اصلا انتظار نداشته باشین که اتفاقی بیفته. اینها اصلا دشمن این هستن که مبادا اختلاف طبقاتی یه خورده کمتر بشه و یه خورده طبقه کم برخوردار جامعه بیان بالا. اصلا این جریان اصلاح طلب میخوام بگم دنبال کاپیتالیسم محض هستن، همون چیزی که تو آمریکا پیاده کردن، منتها تو آمریکا خیلی ملایم تله. اون چیزی که تو ایران پیاده کردن خیلی بدتر از این حرف هست. این جریان آقای پزشکیان یه جریان خطرناکه. من در آغاز برنامه گفتم و شما سخنان رهبر عزیزمون رو شنیدین در رابطه با عید قدیر خم و
درباره انتخابات صحبت کردن و میخوام بگم پیاماشون واضح و روشن بوده، شما باید به کی رأی بدین. البته یه نکته رو اینجا بگم، آقای قالیباف هم سخنان خیلی باحالی رو انجام داده، سخنرانی‌های باحالی رو انجام داده، درباره برنامه‌هاش صحبت کرده. ببینین من دارم میگم رأی من جلیلی، درود بر قالیباف، درست؟ یه بیننده نازنینی هم اومد اینجا نوشت، اومد چی نوشت؟ نوشت سعید جمهور جلیلی. خب من اینطوری دارم، من اینطوری فکر میکنم، انتخاب اول من حتما آقای جلیلی هست و بر اساس تمام اون برنامه‌هایی که ایشون داره و اون دقت و ظرافتی که در کارهاش داره، در برنامه ریزیهاش داره، و یکی از اون مهمترین چیزهایی که توجه منو گرفته اینه که ترکیب میدان و دیپلماسی، و جلیلی کسی هستش که دشمنان از جمله صهیونیستای اسرائیلی اینا ترس دارن از اینکه آقای جلیلی بیاد رو کار. چی اومدن توییت زدن جلیلی بیاد روی کار محور مقاومت تقویت میشه. خب در صورت اگر که پزشکیان بیاد رو کار، محور مقاومت حتما تضعیف میشه و چه بسا اینا کارایی بکنن. ببینین من دارم نظر خودمو میگم، چه بسا اینا بیان انقدر خرابکاری بکنن که ناچار بشیم یه کودتا از درون انجام بشه. یعنی اون جریان اولیگارش، جریان فراماسونر که پشت این در واقع آقای پزشکیان و دارو دستش هستن، چه بس آقای پزشکیان ابزار کارشونه و اجرا کنندش ظریف و دارو دستهی هستن که اینجا هستن، آقای پزشکیان هم شاید خودش ندونه که بازیچه شده. خب اینا بخوام بیان کارایی بکنن که امنیت ملی به خطر بیفته، سپاه یک رسالت داره و مهمترین رسالتشون حفاظت از امنیت ملی ایرانه، حفاظت از امنیت ایران و ایرانیه. خب وقتی که ببینن یه چنین اتفاقایی بیفته چی میشه؟ ممکنه که اونا کودتا بکنن، هیچ بعید نیستش. و من در واقع به گونه آرزو دارم که یه کودتایی از طرف حالا نظامیامون اتفاق بیفته. نمیگم که سپاه و یا در واقع ارتش، نمیگم کدوم، ولی یه کودتای اتفاق بیفته و چی بشه؟ این دزدا و اولیگارشا و راندخارا و شبکه نفوذ تمام اینا رو بذارن کنار دیوار، خدمتشون برسن، یه بار برای همیشه پاکسازی کنن و از این طریق ما خلاص بشیم از این جریان فاسدی که در کشور ما دست انداختن به اقتصاد و به بازار ایران. من چندین بار گفتم، یه حرف خیلی قشنگی صدر سعید قاسمی زد و گفت بازار و اقتصاد ایران در دست یهوده. منظور اون یهود همون یهود نماها هستن، همون صهیونیستا هستن، همونایی هستن که در واقع دنبال این دوتا، گفتم که دو تا سناریو هستش. اینا رأی بیارن کشور رو میبرن به لبه پرتگاه، رأی هم نیارن چه بسا باید آماده بشیم برای یه هرج و مرج داخلی. البته اینو بهتون بگم، سپاه نمیشینه که نگاه بکنه و حتما جلو اینا میسته و خوب خدمتشون میرسه، از جلوشون در میاد. ظریف رو هم بهش اختار دادن تو جایی که من متوجه شدم که دست از این کارا بردار و از دست از شامورتی بازی بردار. اصلا چرا؟ ببینین ظریف ساکت نشسته بود، حرف زیادی نمیزد، مثل بچه آدم داشت سرش انداخته بود پایین، میرفت و میومد، یه دفعه اومده این حرف رو میزنه. خب این چه پیامی برای ما داره؟ اینه که این از یه جایی داره تقویت میشه، یه کسانی بهش یه قولایی دادن، گفتن تو برو داد و بیداد بکن، این دروغا رو بگو، ما پشتت هستیم، ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. این همون جریان اولیگارش، همون جریان شبکه نفوذ هستش که در ایران هستن. من اینطوری باور میکنم و باور من در حال حاضر اینه که دارم بهتون میگم، باور دارم، باور قلبی دارم که آقای سعید جلیلی رأی میاره. اینجا چی نوشتین؟ یکی از بینندگان نازنین سعید جمهور جلیلی که ما میگفتیم سعید جمهور رئیسی، سعید جمهور جلیلی ادامه راه رئیسی هستش و رهبرمون خیلی روشن و واضح تو این سخنرانیشون
خیلی چیزا رو گفتن که فقط این نشون رفته به طرف جلیلی، یعنی به جلیلی رأی بدین. اگه رهبر ما به جلیلی رأی، به آقای جلیلی رأی میدن، که من مطمئنم این هستش، حالا هیچ موقع ما نخواهیم فهمید، ولی من اینطوری میفهمم، در هر صورت خب پس همه ما به آقای جلیلی رأی میدیم. و حتی شماهایی که ممکن اصلا مخالف رهبرم باشین، مخالف ایران و نمیدونم، ممکن از اون تفکر مقداری برانداز و اینا داشته باشین و رفتین توی جبهه ای که حالا میخواین لجبازی بکنین، خب من امیدوارم که شما هم در واقع به خودتون بیاین و برای ایران و به خاطر ایران بیاین رأی درست بدین. بله، عرض می‌کردیم که قیمت نفت منطقا سقوط میکنه، مثل سال 2013 که نفت بله. یک بار نصف شد و خب دولت ارز ترجیح قطعا میخواد بده. هدفمندسازی رو مطمئنا پیاده نمیکنن، اصلا بهش اعتقاد ندارن و همین فرمول میگن خوبه زینفن. قیمت نفت هم نصف بشه، یک تناقضی میخورن که فکر میکنم ما در سال یک سال آینده دلار 80 تومان رو به راحتی خواهیم دید، که البته این هر دولتی باشه اتفاق میفته. دولت آقای پزشکیان باشه شدیدتر اتفاق میفته و اون تجربه تاریخی که کشور غربی دارن که با این جناح میخوان در واقع سر میز بشینن، با جناحی میشینن که معتقد هر توافقی بهتر از عدم توافقه. این اتفاق هم رخ میده. یعنی به هر حال اونا خب 400 سال سابقه بی انقطاع سلطه دیپلماتیک، نظامی و همه جوره بر دنیا رو دارن. اینا چیزی نیست که در اختیار هر کسی باشه، بقیه در اختیار ندارن. بله. و طبیعتاً این برتری بهشون میده. این اتفاق هم عملاً میفته و شرایطو بدتر میکنه. پروژه های مثل مسکن ملی و مسکن مهر و زمین دادن مطلقاً اصلا امکان نداره انجام بشه. بیا سراغ همین که اوراق بیا بخره، نمیدونم 400 تومان اوراق بخره، 120 تومانشو به ما پس بده، 380 بهت میدیم، حالا برو 2 میلیارد بگیر، بساطی که اصلا از توش کسی خونه دار نمیشه و هیچ کمکی مردم نمیکنه. پروژه مثل خودرو که اولا دولت آقای روحانی ایجاد کرد، خودرو در ایران حل شده بود و اونا بودن که جلوی وارداتش رو گرفتن، که اتفاقا امسال سرعت هم گرفته سرعت واردات و تقریبا هفته 2-3 هزار تا داره وارد کشور میشه، که ما تقریبا همچین چیزی نداشتیم تو این 6 7 سال اخیر. این هم دوباره مطمئن باشید تعطیل خواهد شد و ازش اثری باقی نمیمونه. اصلاح ساختار بودجه اتفاق بیفته که پایه تورم در ایران به نظر من هرگز سراغش نمیرن. بله. اگه اهلش بودن خب انجام میدادن. اصلا یه چیز رو دیگران دقت نمی کنن و هنرمندی این دوستان رو نشون میده که این دوستان آی دکتر دوباره تصویرتون فریز شد. خب تصویرتون فریز شد، صداتون هم نمیاد، اینترنتتون مشکلات عدیده داره فکر میکنم. خدای من با چیکار کنیم از دست. خب ببینید من یه عرض چند نرخی. آها خب چی شد؟ برگشت اینا رو خودشون ایجاد کردن. بله. دارین بنده رو؟ بله قطع شده بودش. آها آها آره، اینا میراث خود همین تیمه و اما خب لفاظی رو خوب بلدن. یعنی ما مطمئنن اگر آقای پزشکیان رئیس جمهور باشه از یک هفته بعدش بحثا شروع میشه که ما میخوایم با دنیا صحبت کنیم، شما نمیگذارید حل کنیم، راهکارش همینه، راهکار دیگه ای نداره، جلوی FATF چی شد، نفت رو کی میخره، و این بحثای تکراری که متاسفانه در 8 سال آقای روحانی خیلی اتفاق افتاد. ببینین آقای دکتر، این آقای ظریف خودش جزء همون CFR هست، یه مجموعه هستش که از CIA هم بدتره. این CFR Council of Foreign Relations CFR و آقای فرید زکریا با آقای ظریف بارها چندین بار مصاحبه کرده و اونجا خیلی روشن و واضح به آقای فرید زکریا گفتش Please thank the Council of Foreign Relations for me. یعنی آقای ظریف یه مدلایی چه بس و غلام حلقه به گوش این جریان هستش، جریان CFR، که اینا همون
جریان خطرناک هستن، همونایی هستن که مخالف جمهوری اسلامی ایران بوده و هستن و میخوان که فروپاشی از درون صورت بگیره از طریق اصلاح طلبا. خب روحانی تقریبا داشت موفق میشدش که خوشبختانه دیگه از بس که گند زده بودن خودشونم از تنفر مردم خودشون خدا خدا میکردن زودتر دورشون تموم بشه گورشون رو گم کنن برن. خب فقط من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم که ظریف و روحانی چرا محاکمه نکردن، چرا محاکمه نمیشن، یا پشتشون خیلی قرصه یا یه جریان دیگه است که من نمیفهمم. بفرمایید. یعنی در تایید حرف شما این جریان ظریف و ظریفا اینا خطرناکن. تازه یه فیلم منتشر شده و خیلی جالبه، بابک زنجانی که بنده خدا چه بلایی که سرش نیومد، ایشون 2.7 میلیارد دلار بدهیش رو پرداخت کرد. آها. و به حساب بانک مرکزی ایران در روسیه. خب اما آقای جهانگیری و دوستان رفتن پول رو پس فرستادن به بانکی، فکر میکنم از کانادا واریز شده بود که در سال همون 92. خب و به یک باره اعلام کردن که نه ایشون پولشون نمیده و اصلا پولی نداره بده، در حالی بنده خدا پول داده بود، اینا پس فرستاد. حالا چرا جهانگیری رو نمیگیرن؟ جالبه. چرا جهانگیری رو نگرفتن؟ بفرمایید. حالا اینا رو من واقعا نمیدونم. و جالبه که در نوه نگرفتن آقای دکتر اسحاق رابین، این یه یهودی مخفیه. اسحاق رابین اسرائیل، یهودی مخفیه. بفرمایید. حالا اسمشو گوشم اسحاق رابین. بعد ایشون 9 دی 92 بود فکر میکنم بازداشت میشه. 9 دی. آقای دکتر بفرمایین ادامه بدین سخنانتون. آره. بعد سر منافع ملی که دیگه نباید انقدر مبتذل رفتار کرد که آدم حداقل بدیات رو رعایت نکنه. توی آمریکا یه کاری که انجام میدن اینه که بعضی مسائل رو میذارن کنار، یعنی رقابه این سری مسئله هست، چه دموکرات باشه جمهوری خواه باشه نباید باش کاری داشت، بیان بذاریم کنار از رقابت، بیایم سر چیزای دیگه دعوا کنیم تا هر چقدر که بلد. ولی متاسفانه اینجا امنیت ملی در بدترین حالت ممکن به بازیچه گرفته میشه و برای اینکه یک پرونده سازی کنن بگن کاسب تحریم وجود داره، کاسب تحریم بابک زنجانی، بابک زنجانی آدم احمدی نژاد و غیره، میان پولی که ریخته حساب بانک مرکزی رو برگشت میزنن بچه بگه پولا رو نمیاره بده. خب آقای دکتر آقای زن... به این واضحی دارن مخالف منافع ملی عمل میکنن، چطور میشه که دستگاه قضا خوابیده؟ چیه داستانش؟ والا اونا رو من نمیدونم، ولی خب همین دستگاه قضا برای آقای زنجانی حکم اعدام صادر کرد. ما واقعا در حیرت هم، حکم اعدام برای چی؟ ببینید در شبکه دور زدن تحریم ها در سال 90 به بعد که تحریم شروع شد، از مثلا چه می‌دونم رقم بالا حدود 20% و 25% شروع شد هزینه دور زدن تحریم، به حدود 2-3% رسید در نهایت. بله. که اولا هیچی نیست، اون خیلیش هزینه خود همون کاره و این کارو انجام میدادن، منتها اون شبکه رو فروختن دوستان و آقای زراب رو زندانی کردن در آمریکا گرفتن، بابک زنجانی رو در ایران گرفتن، حکم اعدام براش گرفتن که اصلا چیز عجیبیه. و کنم کسی که پولو داده، بند خدا کسان میتونست کسان پولو نده و تو ایران دیری چه خبره دیگه، چای دبش یه قلمشه. و آقای ظریف که میگه نمیدونم هیهات منال چای دبش، ببینید سر 30 میلیارد دلار حداقل عرض ترجیحی داده شده، 3.7 میشه چای دبش، اون 124 و 126 و 3 دیگهش کجاست؟ هر کدوم میشه چای دبشه. و کی اینو شروع کرد؟ مگه آقای روحانی شروع نکرد؟ بله، مگه بله، خود آقای جهانگیری بله. نیومد اعلام کرد؟ مگه شرکت های خودروسازی ما سال 96 سال 97 مگه اینا نیومدن 4-5 میلیارد دلار قطعه وارد کردن با 4200 و بعدش هم خودروهای 70 میلیون تومانی اون موقع رو فروختن 500 میلیون تومان؟ ببینید همه اینا مسکوت گذاشته میشه و متاسفانه همه ما مقصریم، چون فضا رو استادیومیش کردیم، فکر میکنیم که این زنده باد مرده باد مشکل حل میکنه. آقا شما میگم کل دعوای من اینه، میگم آقا شما بدون به کی داری رأی میدی، اصلا بگو من دوست دارم کسی باشه که عرض ترجیح بده، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا بهش رأی بدی. باید اول بدون که این عرض ترجیح بده، بعد چه بدون عرض ترجیحی چی هست. حالا هر انتخابی کردی خودتی به کسی نمیتونه مانعت بشه، حق مردم بقیه میشه ازشون گرفت. اگه جامعه بخواد مسیر رو بره، نه از بنده کاری برمیاد نه از شما نه از هیچ کس دیگه، مسیر حتما میره.
فقط سرش کلا نره، بدونه که چی داره میخره، اصلا دوست داره رویا بخره، اشکال نداره رویا بخره. حالا این این جریان جریان متاسفانه این مدلیه. دور زدن تحریم‌ها رو با FATF اومدن عملی کردن، درسته؟ رفتن بدون اینکه عضو اون مجمع بشن، مجموعه بشن، اومدن قوانینشون رو پذیرفتن. از 42 تا اون لایحه‌هایی یا اون قوانینی که اونجا بودش، شروطی که اونجا گذاشته بودن این FATF، اینا 38 تاشو قبول کردن، درسته؟ که همین فکر میکنم بله دور زدن یکی دو سه تحریم ها، تاش من بود. 38 تاشو مطمئنم، حتی 39 تاشو قبول کردم. فقط چیزی که حالا نرفتن قبول کنن، میخوام بگم یه بخشش پالارمو رو قبول نکردن، پالارمو مونده که اینا دارن سنگ به سینه میزنن. من برنامه ساختم دربارش، پالارمو یعنی تجارت انسان ها، نمیدونم تجارت جلوگیری از فروش سلاح نرم، که اینا دیگه جلو دیگه دفاعیمون جلوشون ایستادن و اینو نرفتن در واقع امضا کنن. ولی ایران که نه قاچاق انسان میکنه، نه قاچاق زن و بچه میکنه، زن و کودک که این مختص همون جریان صهیونیسمه، همونه که داریم تو غزه میبینیم، ولی خب به خاطر اینکه جلوگیری از فروش سلاح گرم، جلو این پالارمو رو گرفتن. یه دو تا بند دیگه هم هست که اونا رو هم امضا نکردن. ولی تمام این محدودیت‌های بانکی که بعد از این اومد، که شما مثلا فقط میتونی 200 هزار تومان از بانک بگیری، یا نمیدونم پول نقد بخوای بری بالای 10 میلیون اینور اونور کنی، باید پاشی بری تو بانک، تمام اینا بعد از این جریان اومدش. اینا رفتن FATF امضا کردن. و همین که تمام کسانی که تو خارج از ایران هستن، دسترسیشون به حسابای بانکیشون در ایران قطع شد بعد از این. یادم بله بفرمایید بفرمایید بفرمایید. فکر میکنم سال 94 یا 95 بود، یکی از شرکت‌های سازمان اقتصادی کوثر رفت یه حساب باز کنه در یکی از بانک‌ها، نمیدونم پاسارگاد پارسیان، درست خاطرم نیست، بله. براش باز نمی‌کردن و میگفتن شما در لیست تحریمید و این چیز شگفت انگیزی بود و اینا هم تهدید کردن که اینو رسانه ای میکنن. فکر میکنم قبلش اینی کردن، این که ما آدم خودش رو بدون امتیاز یک سویه ذیل تعهدات ببره، متاسفانه سابقش زیاده. ما سال 95 اومدیم NPT رو، تمدید نامحدودش رو پذیرفتیم. برای چی پذیرفتیم؟ وقتی توی منطقه همه سلاح هسته ای دارن، اینا برای چی باید به ذیل بپذیره؟ وقتی مجبور نیست. ایران تعدیل اقتصادی دوره سازندگی رو در سال 70 خودش همینجوری پذیرفت. اصلا ایران اگر ذیل اون برنامه ها بود، یک سری وام های بلند مدت تر با بهره کمتر می گرفت. رفتن با یوزانس تعدیل ساختاری پیاده کنن و تعدیل ساختاری هم شد خصوصی سازی و همین بساطی که دارید توی کشور می بینید. وام از کجا؟ از IMF؟ نه، اون موقع IMF و بانک جهانی که وام بدن، مثل کشورهای اون موقعش روسیه بود و لهستان و اینا، یه سری بسته سیاست گذاری داشت، اینا رو باید پیاده میکرده، یه سری وام میگرفت. خب آره، اون که وام از IMF گرفتن، یعنی در واقع آره. زیر بدبختی خودتو امضا کردن. هر کشوری که از این درسته هر اون لقمه ها وام گرفته بدبخت شده. الان یونان اینا رفتن بدترش رو گرفتن، اینا رفتن بدترش رو گرفتن. آها. یعنی از IMF و بانک جهانی هم وام نگرفتن. اون واماش باز بلند مدته، 5 سال و 10 سال و یه خب. شرایط بهتری داره. بدبخت کننده هست، هیچ شکی در تو نیست و کسی هم تا حالا با این وام خوشبخت نشده. ولی اینا رفتن وامای 5-6 ماهه میگرفتن فقط برای اینکه بگن ما جزء بازی هستیم. آمریکایی‌ها به ژاپن و آلمان مجوز دادن، نهادهای مالی اونها که به دولت ایران، به نهادهای ایرانی وام بدن، وامای یوزانس بدن، وامایی که بهرش خیلی سنگین بود. یعنی مثلا میگیم اگر بهره اون موقع 2-3% بود، اینا 7% و ایران ورشکست شد، ایران نکول کرد، گفت مثلا پول ندارم بدم، ورشکستم. یعنی اینا کسان خیلی راحت. حالا اینو می‌خواستم بگم که این دولتی که 32 سال حاکم بوده و این فجایع رو درست کرده، باز هم در نقش اپوزیسیونه و متاسفانه از جامعه یارگیری میکنه. توی اون جنا آدمای شریف زیادن. به خاطر همین امضای به خاطر همین وام از IMF نبودش که، یه نمیدونم 5-6 میلیارد بودش وام ایران، یادم نیسته، شما بهتر میدونید. 30 میلیارد دلار. چقدر؟ 30 میلیارد دلار بوده. یه دلار. خب
آیا به خاطر همین نبودش که تمام اون خیلی از مؤسسه های دولتی رو اینا به خروسقندی دادن، واگذار کردن به بخش خصوصی، به دار و دسته و دوستان خودشون، و دولت رو کوچیک کردن؟ یکی از دغدغه های شما که مرتب صحبت میکنه، ایران از کوچکترین دولت های دنیا رو داره، درست؟ و شما مخالفش هستین، شما مخالف این هستین که دولت در واقع مدیریت و کنترل اون، میخوام بگم، شرکت ها و کمپانی هایی که برای ایران و برای ملت در واقع حیاتی هستن، خود زیر نظر خود دولت باشه، نه اینکه به بخش خصوصی واگذار بشه، درسته؟ من تو همه برنامه‌تون رو شنیدم که درباره صحبت میکنیم. باخه اینو دارم با شما اینطوری مطرح میکنم، برخی از بینندگان فکر میکنن شما طرفدار دولت کوچیک هستین و طرفدار وام از IMF هستین. لطفا اینو روشن کنیم برای این بیننده ها، برای من پیام میدن. نه اینا بفرمایید. نه نه که روشنه، متاسفانه یه چیزی توی رسانه باب شده، این که یک چیزی رو مشهور میکنن و بعدش هم آدم چه میدونه، خب میپذیره. ما اصلا مطلقا با IMF چی کار داریم؟ دولت ما انقدر کوچکه که اصلا واقعا داره محو میشه، چیز ازش باقی نمونده. ما 8% نیروی کارمون تو دولت داره کار میکنه. و شما ببینید توی آمریکا این عدد 13%. آمریکایی که دولتش به دولت کوچیک معروفه توی دنیا، از ایران 50% بزرگتره. دولت ما دولتیه که اصلا به کارمندش حقوق نمیده. شما دستمزد رو نگاه کنید دیگه، شده $300 و تا آخر سال که دلار بشه 8000 تومان کمتر میشه، اولا میشه $250. و تو این 10-12 سال هم سرکوب دستمزدی اتفاق افتاد و این دوستان ادامه خواهند داد. مطمئن باشید این نگاه حاکم بشه، دوباره دستمزد کارگر سرکوب میشه تا بیاد زیر $100. الان در مرز $100. ما دقیقاً برمیگردیم به 84 به اون طرف. برای اینکه بدونیم که یعنی چی. آخه بعضی دوستان میگن که دولت خاتمی عجب دولت زیبایی بود. در میانه دولت خاتمی و آخر دولت خاتمی رو میگم، که دیگه نگن که داشت برنامه‌اش به نتیجه میرسید، از وسط به این سو که بالاخره دیگه هر کاری میخواست کرد دیگه. صادرات غیر نفتی ما هیچ وقت از $7 میلیارد بالاتر نرفت. در دولت احمدی نژاد به مرز $40 میلیارد رسید. در دولت آقای خاتمی حقوق کارگر $50-60 بود، حقوق کارمند رکوردش $140-150 بود. در دولت بعدش به $1500 رسید و حقوق، حداقل حقوق هم به $400، یعنی حداقل دستمزد در ایران و ترکیه برابر بود. ما در سال 90 با ترکیه حداقل دستمزدمون برابر بود و توریست‌های ایرانی کلی می‌رفتن ترکیه. توریست‌های ترکیه انقدر قدرت نداشتن که بیان ایران، چون در ایران مالیات هم کمه، اونجا خب مالیات زیاده. بله. یعنی مالیات ترکیه نزدیک 40-50%، ایرانی 10% مالیات میده، پولش برای خودشه. بله. یعنی کسی که در ترکیه $400 مثلا میگیره، $150 مالیات بود، در ایران $40 مالیات بود. بله. در همون دوره شما میخواستید یه خودرو بخرید، 4-5 بار میخریدید، میخواستید مسکن بخرید، به راحتی میخریدید. این امکان در اختیار مردم بود، دستمزدش تقویت میشد و پول توی اقتصاد تزریق میشد. الان خیلی بیشتر از اون پول تزریق میشه ولی به کسی نمیرسه. این ریلی بود که دولت آقای روحانی گذاشت و متاسفانه ادامه پیدا کرد. و من فکر میکنم که دوستان برگردن کاملا همون کارو میکنن. من اقتصاد دولت آقای رئیسی رو اصلا تایید نمیکنم، اهل تعارف هم نیستم، مسیر غلطی بود، ولی این مسیر دوستان اتفاقا میپسندن. اون چیزی که در ایران پیاده شده به اسم دولت بزرگ یک چیز بی مبناییه. دولت ایران با چه مبنایی بزرگه؟ سهمش در GDP بزرگه، سهمش در آموزش بزرگه، کارمندش زیاده، چیش زیاده؟ هیچ کدوم از اینا نیست. اون چیزی که در دهه 70 شروع کردن باعث شدن که دولتی که خدماتی مردم نمیده، نه آموزش دولتی است. الان مدارس دولتی آمریکا تقریبا نصفه، ایران 13-14%. ایران دیگه خیلی خصوصی سازتر از آمریکا شده تو بخش آموزش. تو آمریکا الان مدارس دارن دولتی ها زیاد میشن. این از همون شرایط IMF بودش، از همون شرایطی بود که گذاشتن. حالا آقای دکتر، یه پرسش، از این 30 میلیارد دلاری که ما بدهکار بودیم چقدرش مونده؟ فکر میکنم اون چیزی بدهکار نیستیم بهشون دیگه. تقریبا این 30 میلیارد دلار دولت آقای هاشمی فکر میکنم به نزدیک 50-55 میلیارد دلار رسید در دوره آقای خاتمی، و احمدی نژاد تقریبا همه شد داد، 8-9 میلیارد دلارش موند. دمش گرم.
الان دیگه تقریبا نصف شده فکر میکنم، 4-5 میلیارد دلارش مونده. حالا من این عدد یادمه که چی مونده، 3-4 میلیارد یا 4-5 میلیارد به قول شما. ولی حالا دوستان فکر نکنیم ما الان داریم حمایت میکنیم از آقای احمدی نژاد، اینطوری نیست. ما داریم یه واقعیتایی رو آمار دقیق و درست رو اینجا بهتون میدیم. معنیش هم این نیستش که فکر میکنیم چرا احمدی نژاد نیومد، چرا تایید نشد، این داستانا نیستش، فعلا اینطوریه. خب بفرمایید آقای دکتر. بله بله، دقیقا همون عهدی که اولش بستیم سرش بمونیم که بگیم آقا موضوع اینه، حالا کار دوست دارید بکنید. بگیم آقا مثلا دوست دارم به دولت رای بدم که سهم دولت از 8% بشه 1%، اشکالی نداره، ولی بدون که به چه سمتی میره. بس دولت رای بدید که بعدا نگن که معلم ها حقوقشون همینه که هست، نمیخواید استعفا بدید برید. آقا روحانی گفت دیگه، بله، یار کجای دنیا با کشت فرنگی جوری صحبت میکنن. بله. الان به راحتی اقتصاد ما ظرفیت این رو داره با همین چیزی که هست، نمیخوام رویا بفروشم، میتونیم با عدد و رقم صحبت بکنیم، دقیقا دستمزد دو برابر بشه. ولی متاسفانه از برنامه دریغ کردن و باعث شدن که الان دیگه کوچه درون شهری ما داریم. همین امسال هر کی میخواد تمدید کنه قرارداد اجاره شو بره یه محله پایین تر. اون نهضتی که سال 92 شروع آی کردن آی دیگه آی آی به بلوغ رسیده. آقای دکتر، من یه ادمین دارم که این بنده خدا هر سال یک دغدغه داره، باید اسباب کشی کنه، هر سال هم هر جایی هم که میره دفعه پیش پرداختشو میکنن دو برابر. خب این باید چیکار بکنن؟ من خود دوتا مسکن تو ایران دارم، تو هر دوتاش یه خانواده ای اینجا رایگان دارن زندگی میکنن. نمیخوام شو پوز بدم یا حرفی ندارم، ولی به خاطر اینکه اینا واقعا محتاج مسکن هستن، ندارن، خانواده جوان هستن، یه بچه دارن. خب اینا باید حل بشه. اینا قرار نیستش که حالا من که اونجا نیستم میگم او یکی تو خونم باشه دیگه، بره اونجا زندگی کنه. یه خونه شمال دارم که اینطوریه، حالا یه جای دیگه هم هستش که همینطوریه. در صورت میخوام بگم این وظیفه دولته، وظیفه ماها نیستش که، ولی حالا تا جایی که بتونیم باید کمک کنیم هم میهنانی که بی مسکن هستن و این بدبختی سرشون اومده. بفرمایید آقای دکتر. با بله، فرمایشون درسته. ببینید ما بالاخره یک حکومتی، حکومت دینیه دیگه. در حکومت دینی با فقه شیعه خب انفال هست. در آمریکا که مفهوم انفال ندارن که، اونها یه سری قرارداد دارن. آقای راکفلر رو کسانی که راهن می‌ساختن و اون صنایع قرن 19 رو داشتن، می‌رفتن یه سری قوانین رو تصویب می‌کردن، می‌گفتن ما از دولت زمین می‌گیریم، قطار می‌کشیم. قطار هم خب مفت که خدمات میدادن، برای خودشون بود. این اختصاصی کردن منابع عمومی بود. حالا در ایران انفال ما داریم که میگن مال جامعه مسلمانانه و هر کسی که تو اون کشور داره زندگی میکنه. خب چرا از اینجا مشکل مسکن حل نمیکنن؟ من دیگه واقعا گلوم پاره شدم، قد به بزفاش و رستم و قاسمی مرد چند ساعت تا برنامه ساختین در باره مسکن. آره که آقا این شما چرا انقدر قضیه رو سختش میکنید که نمیدونم اوراق بفروشن، بانک ها وام بدن؟ بابا شما حریم اصلا زمین که هیچ چی. شما اصلا دولت ما به مردم اجازه نمیده در زمین خودشون بسازن، اصلا انفال که هیچی. یعنی کسی بیاد من یه زمین دارم اصلا چه میدونم 20 هکتار میخوام توش 100 متری بسازم، میگن ممنوعه. یه چیز عجیبی درست کردن که اصلا مردم آسایش نداشته باشن. بنیاد مسکن توی 10 سال گذشته رفته برای روستاها حریم تعیین کرده. حریم شهرها کم بود، حریم روستا هم بهش اضافه کردن. یعنی شما توی شمال هم برید مثلا 1 هکتار 2 هکتار اونجا زمین ها کمتره، بخواید 100 متر کلبه بسازید میگن نه اینا ممنوعه، برو تو حریم روستا بساز که اونجا این محدود بشه، بالاخره جمعیت داره رشد میکنه دیگه. همین آپارتمان سازی توی روستا هم بخواد پیاده بشه. دولتی باید تو ایران میاد باید با اینا برخورد بکنه. اینکه مالی سازی همه چیز اتفاقا غایت یه چیزی که IMF غیره میخواستن، هر چیز رو یک فرمول مالی براش میذارن. دقیقاً آقای دکتر، یه کیس رو اینجا مطرح کنم. برادر من که تو ایران زندگی میکنه رفتش یه خونه خرید که توی یه باغه. این خونه آب چیز نداشت، آب لوله کشی نداشت، چاه داشت. یه روزی ریختن تو خونهش، چاه و همه رو کور کردن، گفتن که بعد از طریق جوب آب میومد که باید حالا آب بندازن توی یه مخزنی. گفتن نه، تو باید بیای آب بخری. حالا وقتی که اونجا باغ هستش، توی ساختمونی هم هست، بالاخره درخت داره و دارو درخت داره، درخت گردو و نمیدونم چی و چی و چی، اینا همشون کمک میکنن به
اینکه هوا مرطوب بمونه، در اصل یه مقداری آب بهش میدی ولی از اون بیشتر پس میگیره. اگر شما برین از نظر علمی مطالعه بکنین، وقتی که شما درختکاری میکنین یا فضای سبز ایجاد میکنین، در آغاز باید یه مقداری هزینه کنین، هزینه آبی، ولی وقتی که اینا شروع میکنن ریشه هاشون میره به زمین، خودشون شروع میکنن به در واقع ایجاد رطوبت، تولید رطوبت در هوا. خب میخوام بگم این جریانش چیه، این مافیایی این که اومدن باغ و باغی رو که بابا اسمش باغه، باغ یعنی چی؟ یعنی باید در واقع بهش آب بدین. خب حالا شما بخواییم بیاین آب با باید، من خونم آب لوله کشی هم نداره، با تانکر باید آب بخره، آب میارن در خونهش با تانکر. شما ببینین که این جریان مافیا داره چی کار میکنه، این چیه داستانش، من نمیفهمم. اگه آب لوله کشی بود میگفتیم خب حالا آب لوله کشیه، برو آب لوله کشی بخر، ولی باید با تانکر آب میارن در خونهش و با اونا بیاد چیز کنه. خب اینا همه به نظر من این توش بوی راند و فساد میادش، تا اینکه عقلانیت و اینکه میخوان حفاظت بکنن از آبهای منابع آبهای زیرزمینی و اینا، به نظر من معقول نمیاد. بفرمایید. ما تو همه چیزی رو داریم، یعنی رو سر بدیهیات واقعا ما رو گیر انداختن، ما اصلا با این فرمولا اصلا تکون نمیتونیم بخوریم. حالا ایشون که میگه مثلا کار چی کارشناسا بگن، حالا قبلی ها یه وعده عجیب غریب میدادن که کمربند سبز و فلان، میگفتن آقا مثلا تو ایران باغ نباید باشه، مثلا آب مصرف میشه. خب آب رو میخوایم چه کنیم؟ آب میره توی زمین دیگه، میره درختی رشد میکنه، به قول شما هر گیاهی مگه در فرانسه باغا رو آب نمیدن؟ مگه چیکارش میکنن؟ آخه این چیز عجیبیه. خب شما با آب استفاده میکنید، پای درخت میریزید، بخشیش به زمین برمیگرده، بخشیش به گیاه میرسه، گیاه دوباره رشد میکنه، همین چرخه‌ای که هست دیگه. خب دیگه اینا همینجوری موندن. اینا از من میپرسین، اینا روابط خودشون و عوامل خودشون رو تو این سازمان‌ها دارن که ایران رو تبدیل کنن به یک کشور خشک مثل برخی از کشورهای آفریقایی که مردم مهاجرت کنن. سدسازی‌هاشون رو که دیدیم چیکار کردن، چه بلایی سر ایران آوردن با سدسازی‌ها، با ایجاد تشکیل. حالا یه آمار جالب عرض کنم. بله. یه آمار جالب عرض کنم. الان ما داریم سالی به قول خودشون 20 میلیارد دلار، به قول ما 30 میلیارد دلار رفتن نهاده و این چیزا وارد کردن. 99% مراتع ایران از دسترس روستایی، عشایری، مردم خارجه. 99% از 1% استفاده میشه. 1% هم داریم میگیم برای اینکه عددی پایین‌تر نداریم بگیم توی درصد گویی. بله. نه که واقعا 1% ممکنه کمتر از این باشه. 99% گذاشتیم کنار که برن میلیاردها دلار بدن نهاده وارد کنن. میگن نه نه توی مراتع، اینا مراتع ملی است، مراتع ملی. گوسفند نباید بره. خب مراتع ملی عنوان شما گذاشتید. خب یک سری گیاه سبز میشه، گوسفند میره میچره، یا میخوره، کود پس میده، خودش رشد میکنه و همون چرخه‌ای که هزار سال بوده. آره جریان اون که عرض ترجیحی برای نهادهای دامی دزدا این پشتشه. خب بخوایم به زبون ساده بگیم همینه دیگه، درسته؟ دقیقا محدود کردن هر چیزی که میتونه به مردمی خوشحالی بده. یعنی ما واقعا یک نهضت ناراضی سازی داریم توی سیاست گذاری کشور که بعضیا دانسته بعضیا ندانسته، حالا ما فرض میکنیم ندانسته، همشون با این همسو هن. یعنی هر چیزی که هست اگه ما نداریم که نداریم، اگه داریم کاری کنیم که نداشته باشیم. یعنی اگر مثلا میگیم زمین کافی نداشتیم، خب میگفتیم حالا نداریم دیگه. حالا که کشورم بزرگه، نه بیایم با کمربند بازی محدودش کنیم. ما توی کشور منابع عمومی ما خیلی زیاده، معادن داریم که چندین برابر نفت ما ارزش داره و اصلا ذاتا قابل تحریم نیست. انقدر قانون گذاشتن که شما الان دیگه خیلی از معدن کارا سرمایه‌گذاری نمی‌کنن دیگه. ما توی این سال‌های اخیر دیگه اصلا سرمایه‌گذاری در معادن نداشتیم، منفی شده سرمایه‌گذاری. یه معاون معدنی دولت آقای روحانی داشت، یه ریل‌گذاری انجام داد که هنوزم ادامه داره که شما تو معدن نمی‌تونید کار بکنید، معدن واسه خودشه. حالا رهبر اینقدر تاکید بکنه که آقا روی معدن کار بکنید، این به هیچ وجه. نفت رو داریم که خب میام خرج ارز ترجیح می‌کنیم که بازم در اختیار نداره. دریای جنوب رو داریم، نه صنایع داریم توی کویر میگذاریم. اصلا چیز عجیبیه. یعنی به جایی که صنایع آب بر بره کنار دریا، اونا رو آوردن تو وسط کویر، چون شهر آقای خاتمی
در یزد کویریه، شهر آقای هاشمی در کرمان کویریه، بیان برن اونجا. حالا بریم از دریا میلیاردها دلار خرج کنیم، آب بیاریم برای اینا، آب رو یه بار شیرین کنیم، چون آب نمکی رو نمیشه تو فولاد هم استفاده کرد، باید یه ذره بالاخره نمک زدایی کنیم دیگه، بیاریم تا این ور. خب بعد چیکار کنیم؟ حالا دوباره برداریم ببریم کنار دریا، میخوایم صادرات کنیم. خب این واقعا شگفت انگیزه. حالا نظام بانکیمون چه میکنه؟ بقیه غیرش هم کاری ندارم. این بسته ای درست کردن که همون شما تو این سیاست گذاری کشور اقتصاد داره کوچیک میشه، یه دولت کوچیک هم دارید، اقتصادی هم که داره آب میره. و جالبه که ببین چه هنرمندی میخواد، دولت کوچک شما بودجهش هم تامین نمیشه. الان خاویر میلی رفته تو آرژانتین رئیس جمهور شده، دولت رو کوچیک کرده مازاد بودجه آورد. چیز خیلی ساده دیگه، دولت رو کوچیک میکنم واسه مازاد بودجه میارم، که تورم دارن مهار میکنن، حالا مردم آزاری هم دارن میکنن. تو کشور ما دولت رو کوچیک کردن، پولم ندارن. چرا؟ چون پولا داره خرج ران طرزه ترجیح میشه. انرژی رو چیکارش میکنیم؟ به اونایی میدیم که خیلی خوب مصرف میکنن. آدمی که مصرف نداره که ارزش نداره. یعنی واقعا اون شعاری که ما میدادیم از اول انقلاب، انقلاب مستضعفین، مردم، دقیقا عکسش رو داریم پیاده میکنیم و متاسفانه خیلی از مردم یارگیری شدن. یعنی فکر میکنن کار خوبیه. بود میگفت میخوایم بنزینو بکنیم 1500 تومان. این واقعا یه شوخی تلخیه. الان فاجعه. شما اگه پول نداشته باشید ماشین بخرید، اصلا بنزین به شما ربطی نداره. یه خورده وضعیت خوب باشه حالا بیا تو بازی. دقیقاً به نفع اولیگارش. بله، حالا من نمیدونم که آقای زاکانی فرد تحصیل کرده از این چیزا رو باید بهتر از این موضوعا میدونست. من نمیدونم چه جریانی پشتش بود، ولی در صورت حرفی که شما همیشه میزنین، بیاین درآمدا رو ببرین بالا، قیمتای حامل انرژی رو معادل بکنین که در واقع مردم کم نیارن. شما همیشه اینو تو برنامه‌تون گفتین و اومدن برای شما هوچیگری کردن. شما اومدی گفتی میخوایم بنزینو بکنیم لیتری 50000 تومان، همون درآمده همون باشه. بابا تو رو خدا یه خورده معقول و منطقی باشین دوستان، گول این چیزا رو نخورین، نخواین یه نفر رو تخریب بکنین بدون اینکه واقعا دلیل و برهانی داشته باشین. خب حالا آقای دکتر، ما بخوایم جمع بندی بکنیم این موضوع رو، شما چی حرفتون چیه؟ بخواین در چند دقیقه جمع بندیش کنیم. عرض بنده میخوام جمع بندی کنم، یه چیز بیشتر نیست. این که ما صحنه رو روشن کنیم چیه. هر کی بخواد انتخاب کنه فریب نخوره، که انتخابی که انجام داد خب دیگه نظر خودشه و بدونه که فقط با چی روبرو میشه. فردا شروع نکنه فوش دادن و یه مدت منزوی شدن، چون آدم در یک چیزی سهیم باشه بعدن نمیتونه جا خالی بده و مدت ها میخواد توجیه کنه. یعنی یه توجیهگر بیجیر مواجب پیاده نظام هم احزاب محترم سیاسی خواهند داشت. این اتفاق نباید بیفته. مسائل ملی باید ببینیم و اون چیزی که به نفع مردمه. به نظر من الان ما دو تا مسئله کلان داریم که اینا زیر بنای بقیه بحث است. یکی، دنیا داره واقعا تغییر میکنه. در ادبیات غرب هست، در ادبیات شرق هست، کل دنیا تجهیز شده برای اینکه در نظام آتی بین الملل جای بهتری برای کشورها توش دیده بشه. کشور برای این داره میجنگه. ایران به اذعان همه یک بازیگر بسیار مطرحه، در حد قدرت‌های جهانی داره بازی میکنه. ایران دیگه حتی قدرت منطقه‌ای هم نیست. دوستان منطقه‌ایش دارن نقش آفرینی میکنن. یمن که یکی از دوستان ایرانه داره آیزنهاور میزنه، انگلیس و آمریکا رو با هم داره میزنه. فقط یمن واقعا فقیرترین کشور عربیه. ما از این کشور اصلا فقیرتر نداریم. حزب الله خودش اونجا داد با اسرائیل مش میندازه، مقاومت عراق همینجور. و قرص خیلی روشن، ایران در روز روشن اسرائیل رو میزنه و نمیتونن اصلا چیکار باید بکنن، اصلا برو خودشون نمیارن. این واقعیت نظام جهانیه. ما الان به دولتی احتیاج داریم که ایران رو برای یک آینده 50 ساله 100 ساله تجهیز کنه. دولتی که دنبال برجام بوده، بره دنبالی که از 1 میلیون بشکه بفروشم، چیزی که داری انجام میدی. حالا بد مدیریت میکنیم اون دیگه مشکل بحث دیگری است. شما الان در نظام جهانی فعلی همین چیزی که الان هست، هر کار اقتصادی بخوای انجام بدی بدون برجام و FATF و غیره میتونی انجام بدی. شما وقتی تحریم بانکی هستید، FATF دیگه چیه؟ مثلا بانک ها تحریمه، خب باشه بگم بانک های ما را از تحریم خارج کنن، شما هر چی گفتن اجرا کن. وقتی شما تحریم بانکی هستید، FATF دیگه چه چیزیه؟ این نکته. نکته دوم، در اقتصاد در داخل کشور ما الان چند تا مسئله داریم باید حل بشه. اگر کسی اینا رو میگه حل میکنم بهش رأی بدید. یک، باید ارز ترجیحی رو برداره.
دو باید هدفمندسازی رو اجرا کنه، یارانه بر مصرف کننده بیشتر نباشه، یارانه عادلانه توزیع بشه خب این دو برنامه و آقای جلیلی هست. بسیار عالیه، بسیار عالیه. نظام بانکی باید از این سیستم خارج بشه، اینکه هر کی دسترسی داره وام بگیره پس نده، این اسمش نظام بانکی نیست، این نظام غارتیه. آفرین. بودجه نویسی کشور بعد از 50 سال باید از این حالت خارج بشه. ما که دلار بدی بانک مرکزی ریال چاپ کنه بده، اصلا این چیز بی‌معنیه و تا بله. وقتی این باشه اولا تورم درست نمیشه. بحث بعدی که به نظر من حتما باید انجام بشه اینه که اقتصاد پیش بینی پذیر باشه. شما قوانینی که نوشتید رو با یه بخشنامه ساعت 2 شب به هم نریزن. باید اقتصاد حداقل تا 2 سال قابل پیش بینی باشه. الان گفتن 2 ماه، 2 ماه شوخیه. چیزی که ابلاغ میشه تا 2 سال، اصلا شما تو تجارت برای 2 ماه هیچ کاری میتونید بکنید. 2 تا سفر برید، 2 تا سفر بیاد، میشه 4 ماه. مثلا تو 2 ماه تعیین تکلیف میشه کرد. باید تا 2 سال حداقل بخشنامه تغییر نکنن. تجارت آزاد باید اتفاق بیفته. حمایت ها با تعرفه باشه، اشکال نداره، من کاملا موافقم. الان آمریکا بر خودروهای برقی چین 101% تعرفه گذاشته. شما هر چقدر که به مصلحت شفاف زینفانش مشخص باشن، زینفان خاص نداشته باشه، تعرفه بگذار. این باید اتفاق بیفته، انفال برای مردم باشه، مخصوص به خصوص زمین. وقتی شما زمین را از مردم گرفتید، ببینید حداقل 40% هزینه مردم ایران مسکنه. راستش یه نکته دارین مسکن مطرح میکنی، من برام روشن نیستش آقای جلیلی چیکار میخواد بکنه با مسکن. آقای قالیباف که میتونم اومده بود گفته 200 متر زمین میدیم به کسانی که مسکن ندارن، و فکر میکنم که بضاعت ما واقعا خیلی بیشتر از 200 متره. آره ولی من باز خوبه آقا گفته. حالا 200 متر هم بازم دمش گرم، ولی من در هر صورت حرفم اینه که اگر آقای جلیلی انشاءالله انتخاب بشن، چه بسا باید از آقای قالیباف استفاده کنم. ولی حالا آقای قالیباف که برمیگرده و همون رئیس مجلس میمونن اگر این اتفاق بیفته، ولی در هر صورت آقای قالیباف هم منصف باشیم، یه چیزایی رو براش در آوردن که شایعه بود، یه چیزایی هم درسته. خب کسانی که حالا با آقای قالیباف کار کردن خیلی ها میگن که اینا آدمای درست و صالحی نیستن، ولی اینکه خودش در واقع کارآمد باشه من نمیدونم. ولی در هر صورت آقای قالیباف هم ایده های خوبی داشت. حرف من اینه که دوستان رأی بدین، رأی خود من شخصا آقای جلیلیه، رأی شما رو نمیدونم آقای دکتر به کی میخواین رأی بدین، ولی اینم میخوام بهتون بگم، اگر که در نهایت آقای قالیباف بیاد روی کار، دیگه فاجعه آخر دنیا نیستش. من عقیدم اینه، دارم میگم که رأی من جلیلی، درود بر قالیباف، این شعاری که حالا خیلی ها میدن. شما چی آقای دکتر؟ حالا ما چیکار میکنیم؟ ازش بگذاریم، چون برام کلی تبعات داره که این داره اون وره. ولی به هر حال گزینه آخرم بگم، این بس قیمت گذاری دولت بعد اگر از همین مرداد ما شروع کنه، توی 4 سال اگر زرنگ باشه کمتر ولی بعیده، میتونه قیمت گذاری حذف کنه. شما در نظام اقتصادی قیمت گذاری باشه، کسی سرمایه گذاری نمیکنه. شما نمیدونید خب چه کار میخوان سرت بیارن. شما برید توی بازار مثلا چه میدونم آسیای مرکزی برای 10 سال قرارداد ببندید که من میتونم فلان کالا رو تامین بکنم، فردا خیلی راحت با ذیل اینکه قیمت گذاری کردیم کالا کم اومده بیار داخل بده، جلوتو میگیرن اولا با تعزیرات حکومتی. این عملا کار پیش نمیره. این چند تا کار رو هر کسی که انجام میده مردم بهش رأی بدن، هر کسی که میگه من انجام میدم. حالا آقای جلیلی خب آدم سلامتیه، واقعا کسی توی سالم بودن ایشون بحثی نداره، فساد ستیزه و از این جهت‌ها خیلی ویژگی برجسته‌ای داره. حالا خب تجربه کاری رو نداره، آقای قالیباف تجربه کاری خیلی بیشتری داره، یه سری حواشی هم طبیعتا دور و برش هست. حالا راست و دروغ هرچی، بعضیش هم واقعا تقصیر خودش نیست. حالا من اینجا میخوام چیزی رو بگم که به نظرم باید گفت. خیلی از این ارقامی که مطرح میشه بابت شهرداری تهران به خود قالیباف ربطی نداره. اینا یه کاری که در سال 93 اتفاق افتاد. در بودجه سال 93 بودجه نیروهای مسلح کشور کم شد. خب شما برید در تاریخ ایران بگردید ببینید چطور ممکنه در کشوری که همش تورم داره بودجه یه سال بعد کمتر بشه. ما اصلا چیزی نداریم. احمدی نژاد چند بار این کارو کرد، برای همه این کارو کرد. ما چیکار کرد؟ گفتش که بودجه نویسی الکیه، دارن هر چی الکی از اینه میتراشن. اینجوری تعریف کرد که کسری از پارسال رو همه بیان بگیرن، 80%، 70%، گاهی 65% از بودجه سال قبل رو تخصیص داد.
و دید مشکلی هم پیش نیومد، معلوم شد که ریخت پاش دارن میکنن. اما تو اون سال آه. همه بخشا بودجهاشون رفت بالا، نیروهای مسلح بودجهشون کاهش پیدا کرد. در چه مقطعی؟ در مقطعی که ایران در سوریه، در عراق به شدت درگیر بود و آها. نیاز داشت هزینه کنه. خب جنگ دیگه، قطر 160 میلیارد دلار پول ریخت، ولی خب در ایران چی؟ بخشی از این پولایی که بخش شهرداری تهران و خل دیگه یاسه دیگه، بیشتر از این میتونم بگم بابت اینه. و کلش هم هیچی نیست، کلش هم هیچی نیست، یعنی کل هزینه ای که ایران در سوریه انجام داره توی 10 سال، که خب عمدش هم سلاح دیگه، سلاحی که توی انبارا بوده هزینه شده، معادل میگیره میگه مثلا شده انقدر، یکی انقدر پول رفته اون حدود 12 13 14 میلیارد دلار مثلا، این حدودا داره بحث میشه. حالا آمریکایی‌ها میگن 16 میلیارد دلاره، تخمین بالا رو میگیرن میگن 16 تا 16 تا نیست. و با این راندمان، یعنی ایران 1/10 قطر به روایت آمریکایی هزینه کرده، غیر از عربستان، غیر از خود ناتو، انگلیس، فرانسه، نمیدونم بقیه کشورهای عربی، و به پیروز شده. بخش بخشش هم واقعا این مدلیه دیگه. وقتی شما دولتی داشته باشی که به تعهدات خارجیش عمل نکنه، در کجا دنیا هم چی کاری میکنن که نیروی مسلح شما در منطقه میجنگه، بودجهشو کم میکنید، این دیگه چه جور فرمولی؟ خب من واقعا درک شما نمیکنم. میگین که پشت پرده اگر که یه به اصطلاح اختلاسایی اتفاق افتاده، چه بسا برای اینکه اینو کانالیزه بکنن به سمت دفاعیمون، بودجه نظامیمون، درسته؟ متاسفانه این بحثا هست دیگه. یعنی وقتی ما خب. میگن دیپلماسی میدان، خب نباید اینجوری باشه. دیپلماسی میدان چیه؟ جفتش سیاست خارجیه. بله. مگه آمریکایی‌ها در منطقه هزینه نکردن؟ مگه یعنی هزاران میلیارد دلار خرج نکردن؟ چرا؟ یعنی در واقع اگر که یه شهرداری اومده یه بودجه ای رو اختصاص میده برای اون منظور، برای امنیت کشور، در واقع داره ایثار میکنه. میتونست اون بودجه رو استفاده کنه برای خیلی چیزا، برای حالا پروژه های شهرسازی و اینا، برای خودش محبوبیت بخره. ولی اگه این کار رو نکنه، بیاد کمک بکنه، حالا میخوام بگیم یه مدلی میشه زیر میزی دیگه، درسته؟ در پنهان دیگه. ما به سفرامون، نمایندگیامون در خارج، با هر عنوانی 4-5 هزار یورو در ما داریم حقوق میدیم. آها. هزینه‌شون هم دولت داره میده. هزینه خونه، هزینه ماشین، هزینه بنزین ماشین، هزینه بیمه ماشین. اینا رو باید همه رو دولت کم داره کنن. میده. اینا رو باید کم کنن. کاردارا به رزمنده هامون، به مدافعان حرم 5 میلیون، 6 میلیون، 8 میلیون اینجا داشت حقوق میدادیم. اون 5 6 هزار یورو، این 5 6 میلیون تومان. آها. ببینید شما، این داره میره میجنگه. یعنی سرش بریده میشه مثل شهید حجاجی. بله، کشته میشه مثل حاج اصغر، مثل خیلی خود حاج قاسم دیگه. ولی از اون ور مثلا این کارو میکنیم. اینا من واقعا درک نمی کنم. شما در کل دنیا باید رزمندت رو، سربازت رو روی سرت بگذاری. تو متاسفانه اینو جفسازی کردن با این هوشیگری ها، و یه دست من باورمون شده نمیدونیم چی داریم میگیم. بله. یعنی دعوای جناحی رو تعمیم میدیم به رزمنده ها، به سربازان میهن. اصلا این کار کار بی‌معنیه و اون پولشون نمیده، اینه که بهش فحش میده، اون یکی یواشکی باید دفنش کنی تا 2-3 سال بیشتر، تا دولت دوم روحانی، مدافعان حرم، اینا مخفیانه دفن میشدن. آخه یعنی چی؟ مثلا واقعا چیز عجیبیه. مثلا واقعا بودم که چی بگم، یعنی کسی که امنیت رو تامین میکنه باید یواشکی کسی نفهمه این دیگه چجور؟ باید شما با افتخار این کارو بکنید. و مردم خودی دیدی که برای حاج قاسم برای بقیه چیکار میکردن. و مردم اینجوری نیستن، یعنی انتخاب مردم نیست. اما خب بالاخره یه دم بازی میخورن و شده بازی احزاب سیاسی. آقا شما با هر دیدگاهی که دوست داری تو انتخابات تایید شدید دیگه، خیلی خوب، جزء ساختار نظامی. شعارات رو روشن بده، هر کی خواست رأی بده رأی بده. در اقتصاد به نظر من این مواردی که عرض کردم انجام بشه، کشور جلو میره. اگر انجام نشه، نگاه به شرق فرموله نشه، بخواد همچنان وایسیت فرانسه بیاد، آقای ایلان ماسک نابغه است در حوزه مالی و بزینس و تولید و همه چیز، ایشون گفت 10 سال دیگه خودروسازی چین کل دنیا رو میبله. من یقین دارم در دولت بعدی، اگر دولت آقای پزشکیان باشه، فرانسه دیگه من دارم میام، تمام چینی ها رو میریزن بیرون، منتظرن که پژو بیاد. یعنی بنجلترین برند دنیا. همچنین ارادتی به غرب وجود داره. کل دنیا میخواد با شرق کار کنه. هر کالایی، کسی که قرار اقتصاد ایران رو با چین تنظیم نکنه، اقتصاد ایران رو با سازمان شانگهای و اوراسیا تنظیم نکنه، با منطقه تنظیم نکنه،
برای سفره مردم نمیتونه چیزی داشته باشه. بله با شما یعنی ما کاملا میتونیم بگیم موافقم. که بله بله یه سری شعار بدیم، یعنی سفره مردم، اصلا شما هر گرایشی که دارید بالاخره کیک اقتصاد داخل و خارج سری سیاست میخواد، در داخل اون بسته است، در خارج هم این بسته است، اینا بله با هم بشه هر اعتقادی که داری وضعتون بهتر میشه، نباشه خوب نظر من نمیشه. بله بله خب دوستان، امیدوارم که یه مقداری چیزایی پشت صحنه جلو چشمتون اومده باشه. برخی از این شایعات رو باور نکنیم، چیزایی عمیقتری پشتش هست که حالا ما نمیگیم تک و توکیش به حقه و حالا بقیهش هم دزدی و رانت و این چیزاست. حواسمون باشه همه چیز رو قاطی باتی نکنیم. در صورت میریم رای میدیم فردا، من به آقای سعید جلیلی رای میدم و همه را هم توصیه میکنم به ایشون رای بدین. باور دارم که خیلی چیزا درست میشه و ممکنه که ایشون حالا اون سابقه اجرایی نداشته باشن، ولی چون که انسان بسیار باهوش و کوشایی هست و کمک هم میگیره از دیگران و میدونه چه جوری استفاده بکنه از نیروهایی که در اختیارش هست، من فکر میکنم این اصلا و ابدا نه تنها مشکلی نخواهد بود بلکه خیلی هم خوب میشه. خب در صورت میریم رای میدیم و حواسمون باشه به فتنه هایی که ممکنه پیش رو داشته باشیم و خودمون باید با این جریان ها در واقع جدا بشیم ازش و براءت بگیریم از تمام اینها و هوشمندانه رفتار کنیم. دشمن در کمین نشسته و چرا اینجا مرتب انتخابات ایران توی جراید و تو نشریه و تو رسانه هاشون اینا هست؟ برای اینکه ایران براشون دغدغه بزرگه و ایران سنگ گذاشته، چوب گذاشته لای چرخشون، سنگ انداخته جلوشون، برای همینه. حواسمون باشه و امیدوارم آمریکا پرستان به خودشون بیان. آقای دکتر اگه سخنی داریم بفرمایید، برنامه رو ببندیم. ممنون از شما که اینقدر زحمت میکشید، خیلی ممنونم، متشکرم از روشنگریتون و ممنون از دوستانی که ما رو تحمل کرد. من تشکر میکنم یه نکته از برنامه خوب شما، برنامه بسیار پر محتوای شما و از مصاحبه هایی که با آقای زهروند انجام میدین و چقدر مردم دوست دارن ایشون رو و خوشحالم که آقای زهروند در مجلس هستن و ما در هر صورت کسی رو داریم اونجا که واقعا از مردم برخواسته و به فکر مردمه و از این اشخاص ما کم داریم. یکی از اون آقای جلیلیه، آقای جلیلی از مردم برخواسته و میدونه فقر یعنی چی. این خیلی مهمه. خب با عشق برای عاشقان ایران، لایک یادتون نره، به اشتراک گذاشتن نظرتون رو بنویسین. خب در صورت بنویسین رأی شما کیه. در پناه حق باشین. با تشکر بیکران از شما آقای دکتر، شما هم در پناه حق باشین و خانواده محترم هم سلام میرسونم تا این موقع شب شما نرفتین بخوابین هنوز. در پناه حق باشین. خدا نگهدار. خوش خدا نگهدار.